بینندگان و شنوندگان عزیز به کیوسک خوش آمدید. در دومین برنامه خبری امروز با موضوعاتی بسیار مهم در خدمت شما هستیم. تصمیم مهم آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش. بزرگترین حمله آمریکا در 20 سال اخیر، کشته شدن صدها نیروی مقاومت. دستاورد جدید جمهوری اسلامی در آستانه 45 سال حکومتش بر ایران، نان هم سهمیه بندی شد. اما قبل از مشروع این اخبار حتما این ویدیو رو لایک کنید و با حمایت از کانال کیوسک در همرسانی بیشتر این اخبار یاری رسان باشید. در این لحظات تاریخی بگذارید همه با هم به ایران فکر کنیم. تصمیم مهم آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی و نیابتی‌هایش. بزرگترین حمله آمریکا در 20 سال اخیر، کشته شدن صدها نیروی مقاومت. پس از آنکه گام نخست عملیات نیروهای ائتلاف گروه ضربت 153 نتوانست حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها در دریای سرخ و باب المندب را متوقف کند، واحدهای دریایی و هوایی ارتش آمریکا مستقر در منطقه از شنبه شب 20 ژانویه مصادف با 30 دی ماه بر شدت حملات خود علیه حوثی‌ها در خاک یمن افزودند. برخی منابع میگویند دولت بایدن مجبور به تغییر استراتژی در مورد سطح ماموریت نیروهای ائتلاف شده است. در همین ارتباط، در حملات اخیر آمریکا به مواضع حوثی‌ها دست کم 100 نیروی حوثی، حزب الله و تعدادی از نیروهای وابسته به سپاه قدس در یمن کشته و زخمی شدند. برخی منابع میگویند دولت بایدن پس از 10 روز حملات نیروهای ائتلاف علیه حوثی‌ها در دریای سرخ، وقتی موشک پرانی این گروه به تجارت دریایی متوقف نشد، در حال طراحی برنامه‌های جهت راه انداختن یک کارزار نظامی مستمر برای هدف قرار دادن حوثی‌ها در یمن است. روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه 20 ژانویه اول بهمن ماه در همین ارتباط نوشت برخی مقامات ایالات متحده نگرانند اجرای چنین طرحی علاوه بر گسترش دامنه جنگ در منطقه، آمریکا را وارد یک درگیری غیر قابل پیش بینی دیگر در خاورمیانه کند. کاخ سفید روز چهارشنبه با حضور مقامات بلندپایه در مورد گزینه‌هایی برای ادامه مسیر پیشرو در واکنش به تهدیدات رو به رشد حوثی‌ها تشکیل جلسه داد. حوثی‌ها از جمله به کشتی‌های تجاری به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن اسرائیل و تقویت جایگاه خود در منطقه استفاده می‌کنند. روزنامه واشنگتن پست در بخش از این گزارش می نویسد واکنش سریع ایالات متحده احتمال گسترده تر شدن جنگ و کشاندن بایدن به یک کارزار دیگر در منطقه را که ارتش آمریکا درگیر آن شود تقویت می کند. این وضعیت به طور بالقوه تلاش دولت برای تمرکز مجدد سیاست خارجی ایالات متحده بر روسیه و چین را تضعیف خواهد کرد. مقامات دولتی آمریکا به شرط فاش نشدن نام خود به واشنگتن پست گفتند استراتژی در یمن تلاشی برای از بین بردن توان نظامی سطح بالای حوثی هاست تا جایی که به اندازه کافی توانایی آنها را برای هدف قرار دادن کشتی ها در دریای سرخ و خلیج عدن کاهش بدهد و به طوری بازدارندگی کافی ایجاد کند که شرکت های کشتیرانی بدون ریسک به ترانزیت کالا از دریای سرخ ادامه بدهند. یک مقام ارشد آمریکایی در مورد حوثی ها که دولت بایدن مجبور شد اخیراً دوباره آنها را به عنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند گفت ما به روشنی درباره اینکه حوثی‌ها چه کسانی هستند و جهان بینی آنها چیست آگاه هستیم، بنابراین مطمئن نیستیم که آنها فوراً متوقف شوند، اما مصمم هستیم تلاش کنیم تا توانایی‌های آنها را کاهش داده و از بین ببریم. جو بایدن این هفته اذعان کرد که حملات نیروهای ائتلاف تاکنون نتوانسته حملات حوثی‌ها به کشتی‌ها را متوقف کند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا تاکید کرد که عملیات علیه حوثی‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. مقامات ایالات متحده میگویند که انتظار ندارند این عملیات مانند جنگ‌های قبلی ایالات متحده در عراق، افغانستان یا سوریه طولانی شود. در این حال آنها اذعان می‌کنند که نمی‌توانند تاریخ پایان این عملیات را مشخص کنند یا تخمین بزنند که چه میزانی توان نظامی یمنی‌ها به اندازه کافی کاهش پیدا خواهد کرد. به عنوان بخشی از این تلاش، نیروهای دریایی ایالات متحده در حال فعالیت برای رهگیری
محموله‌های تسلیحاتی هستند که از ایران به یمن ارسال می‌شود. هرچند تحلیلگران روزنامه واشنگتن پست معتقدند که تمرکز بیشتر آمریکا روی خاورمیانه و حوثی‌ها تمرکز دولت بایدن را از تهدیدات روسیه و چین کم می‌کند، اما بسیاری از تحلیلگران همزمان به دولت‌های غربی هشدار می‌دهند آنچه در خاورمیانه علیه غرب به شکل کارزار نظامی علیه اقتصاد بین المللی به راه افتاده با هدایت روسیه و چین است و مقابله با آن برای منافع غرب و متحدانش ضروری است. آنطور که از شواهد پیداست، حوثی‌ها با حمایت‌های جمهوری اسلامی همچنان خیال توقف موشک پرانی به کشتی‌ها را ندارند. محمد علی الحوثی از فرماندهان شبه نظامی یمنی گفته آمریکا و انگلیس مسئول کامل عواقب نظامی شدن دریای سرخ و وارد آمدن خسارت به کانال سوئز و شرکت‌های کشتیرانی هستند. این دو کشور همچنین مسئولیت کامل شعله‌ور کردن آتش جنگ در منطقه را با حمایت از جنایات صهیونیست‌ها در نسل‌کشی مردم غزه بر عهده دارند. بر اساس آخرین گزارش‌ها، دولت بریتانیا نیز اعلام کرده نیروی دریایی سلطنتی این کشور قصد دارد موشک‌هایی را توسعه دهد که قبلاً برای سرنگونی پهپادهای حوثی‌ها در دریای سرخ و نزدیکی سواحل یمن از آنها استفاده شد. وزارت دفاع بریتانیا در بیانیه‌ای تصریح کرد سامانه پدافند هوایی افعی دریا را به موشک‌های کارآمدتر با کلاهک جدید و به روزرسانی برنامه‌های رایانه‌ای که بتواند بر تهدیدات موشک‌های بالستیک حوثی‌ها غلبه کند مجهز خواهد کرد. دستاورد جدید جمهوری اسلامی در آستانه 45 سال حکومتش بر ایران، نان هم سهمیه بندی شد. گزارش رسانه‌ای حاکی است که با وجود اظهارات ضد و نقیض مقام‌های دولتی، محدودیت فروش نان در سراسر کشور اعمال شده و عرضه بیش از تعداد مشخصی از انواع نان به یک نفر با یک کارت بانکی ممنوع شده است. وبسایت اقتصاد صد روز یکشنبه اول بهمن ماه در گزارش به اظهارات ضد و نقیض مقام‌های دولتی و نانوایان در این زمینه پرداخت. طی روزهای گذشته گزارش‌های ضد و نقیضی درباره یک ابلاغیه اتحادیه نانوایان منتشر شده که بر اساس آن خرید نان بیش از 4 عدد با یک کارت بانکی برای شهروندان ممنوع است. بهتون بخیر، من امشب اومدم نون بگیرم، نون سنگکیه خیابونه پروین ابتدای خیابونه هفته تیر، 10 تا نون میخواستم، 7 تا بیشتر بهم نداد، حتی گفتم اون مهمون دارم، گفت 7 تا بیشتر نمیتونیم بدیم. ازشون خواستم که بخشنامه ارائه بدن، بخشنامه ارائه ندادن، گفتن به ما، گفتن حتی رو در مغازشون هم چیزی ننوشتن و ما یکم با همون بحث و جدل کردیم و به نتیجه نرسیدیم. متاسفانه وضعیتی بدی پیش اومده، الان یه سری نون وایه که 10 تا نونو میگن با یک کارت میدین، ایشون که میگن 7 تا نون میدن. ما اومدیم اینجا نون وایی، متاسفانه اینجا با یک کارت 15 تا بیشتر نمیدن. اون مشکلی که ما در مورد فروش نون داریم با نون سیستم نانینو داریم اینه، ببین یه زمانه به ما میگفتن اصلا محدودیت نداره، یه زمانی به ما اومدن گفتن آقا شما حق ندارید 50 تا بیشتر نون بدین، ما اینجا اعلام کردیم نوشتیم، نونوایی های ما اکثرا اومدن نوشتن، اگه دقت کنید با رنگ مشکی نوشته چاپی، اصلا شما با هر کارت بانکی فقط 50 عدد نان می توانید خرید کنید، ولی متاسفانه ما این کار اقدام می کردیم، یه دفعه ما نونوایی ها اومدیم دیدیم که سهمی همون کارت کم شد، مراجعه کردیم به سیستم نانونی، گفتن شما فروش نامتعارف دارین، یعنی تعداد نون بیشتری دادیم به مردم، اومدیم کردیم 30 تا، الان این 30 تا کردن ما اصلا به ما بگن آقا نفر 20 تا بدی، نفر 50، ما مشکلی نداریم، ما میخوایم مورد نون نیاز مردم رو تامین کنیم، تهیه کنیم، به ما بگن آقا تکلیف ما را، این نانینو تکلیف ما را روشن کنه، الان بگه آقا نفر 20 تا بیشتر ندید، بگه آقا نفر اینقدر بدید، ما الان تو حسارک طرف رفته 60 تا نون نیاز داشته، نونوای مقاومت کرده، زدن با چاقو لتو پارش کردن نونوای را،
این درگیری تو همه این نونوایا هستش. ما خواهش میکنیم تقلیب ما رو روشن کنن. ما به چه تعدادمون میتونیم بدیم؟ اقتصاد صد نوشت که اخبار تایید شده صنفی نشان میدهد فروش بیش از 3 نان بربری با یک کارت بانکی ممنوع است. بر اساس این گزارش اگر نانوایی به این محدودیت ها پایبند نباشد در سامانه نانینو پیامی با عنوان فروش نامتعارف دریافت میکند که این پیام به نشانه جریمه نانوایی است. امیر کرملو رئیس کمیسیون بازرسی اتحادیه نانوایان سنتی تهران نیز روز شنبه به خبرگزاری تسنیم گفت نانوایان تهران برای کسب امتیاز لازم کارنامه نانینو باید هر کیسه آرد را در نان تافتون به 22 نفر، نان بربری به 32 نفر و در نان لواش به 40 نفر با کارت بانکی متفاوت بفروشند. او افزود اعضای اتحادیه نانوایان سنتی تهران در اعتراض به کاهش سهمیه‌های آرد برخی نانوایان روز گذشته به دیدار رئیس اتاق اصناف تهران رفتند و مقرر شد کمیته 10 نفره از این اتحادیه جلساتی مشترک با متولیان مربوطه در حوزه نان داشته باشند. اقتصاد صد نوشت با توجه به تولید 220 تا 230 قرص نان تافتون از هر کیسه آرد و اینکه نانوا باید این نان را به 22 نفر بفروشد فروش بیش از 10 تا 11 قرص نان تافتون به هر کارت بانکی ممنوع شده است. بر اساس ارزیابی این وبسایت اقتصادی با توجه به اینکه تعداد نان بربری تولیدی از هر کیسه آرد 100 تا 110 قرص عنوان شده و نانوا باید این تعداد را حداقل به 32 نفر بفروشد فروش بیش از 3 تا 3.5 نان بربری به هر کارت بانکی ممنوع است. همچنین بر اساس این ارزیابی فروش بیش از 10 نان لواش به هر نفر ممنوع است. 3 روز قبل محمد جلال مشاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت هیچ اتفاقی در عرصه عرضه نان صورت نگرفته است. او اقدامات جدید در حوزه فروش نان را ساماندهی به وضعیت نان و پیشگیری از قاچاق آرد و نان توصیف کرد و افزود که مقرر شده نانوایان میزان فروش نان را ثبت کرده و همچنین فروش را تنها با کارت بانکی انجام دهند. این طرح دولت عملا سهمیه آرد نانوایان را کاهش داده است. محمد جواد کرمی نایب رئیس اتحادیه نانوایان سنتی در اواخر دی ماه گفت سامانه فروش هوشمند نان سهمیه آرد برخی نانوایان را به شدت کاهش داده است. او افزود از آنجا که متولی این امر مشخص نیست ما نمی‌دانیم که چه دستگاهی باید در این خصوص پاسخگو باشد. در تیر ماه امسال اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌داد که نان یارانه‌ای در برخی از استان‌ها به صورت محدود عرضه می‌شود که موجب ایجاد صف‌های طولانی شده است. یک منبع آگاه با تایید کاهش سهمیه آرد دولتی و سهمیه بندی نان در برخی مناطق به ایران اینترنشنال گفت طرح آزادسازی قیمت و پرداخت یارانه نان به دهک‌های پایین در دست بررسی است. پیشتر مقام‌های دولتی در ایران افزایش قیمت و سهمیه بندی نان سنتی را خطوط قرمز خود اعلام کرده بودند. یاران و همراهان عزیز به پایان این بسته خبری رسیدیم. فراموش نکنید تیم خبری ما با تلاشی شبانه روزی سعی در ارائه بهترین و با کیفیت ترین بسته‌های خبری به شما عزیزان رو داره. با لایک کردن این ویدیو و نوشتن دیدگاهتون در بخش کامنت های این ویدیو یاری رسان تیم تحریریه کیوسک باشید. شب بر همگی خوش، پاینده ایران.